سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه چهره ها. طبق هر جمعه در کنار دوست نازنین و همکار عزیزم خانم زهرا سروش سلام عرض میکنیم و خوشحالیم که باهاتون هستیم در این دنیایی که واقعا داره هممون رو اذیت میکنه. وظیفمونه که هر کاری از دستمون برمیاد برای خوشحال کردن همدیگه انجام بدیم، چون به هر حال به قول اینجا یا آردی خود افسردگی و اعصاب و خبر و جنگ و همه مسائل اقتصادی و اینا خیلی زیاده. بنابراین وظیفمونه که اگه این برنامه چهره ها رو داریم تقدیمتون میکنیم، یه کاری بکنیم که حالمون خوب شه. وگرنه من با دیدن خبرها گریه ها ما کردم، افسوسامو خوردم، حرفای ناسزا زدم به کسایی که جنگا رو برقرارش میکنن، همه چی. ولی بعدش میایم باید یه کاری برای هم دیگه بکنیم. امروز هم قصدمون همینه، حرفای قشنگ بزنیم. من باور کنید خودم الان یکی دو روز اخیر به خاطر اتفاقاتی که افتاده، از بس هی رفتم توی سوشال میدیا و توی خبرها و اینا، حال خوبی نداشتم اصلا. سروش جان اصلا دیپرشن گرفته بودم شدید و یه غم بزرگی اومده بود رو سینه من و خودم احساس کردم واقعا دارم مریض میشم، از بین میرم. همونطور که شما گفتین، یه ذره باید به خودمون باید به فکرش باشیم، باید آگاهی رو بدیم. وظیفه همه ما همین اینه، ولی نباید دیگه خیلی خودمون رو آزار و اذیت بدیم. نه دیگه، دست و پا زدن به جایی که آدم نمیرسه، باید هر کاری از دستمون برمیاد برای خوشحال کردن همدیگه حداقل انجام بدیم. یه چند روزی رو حتی برای سلامتی که میگن فاستینگ و بکنین و روزه بگیرین، برای سوشیال مدیام همینطوره. اینقدر بوم بارون آدم میشه و صبح که بیدار میشه یه دفعه حواست نیست، میری سر خبرها میبینی یه عالم زمان گذشته و همینجور کورتیزول داره تو بدنت ترشح میشه و این هورمون هایی که واقعا سمه، مخصوصا سن و سالمون که ذره بالاتر میره، برای کبدمون، برای کلیه‌مون. و این اطلاعات پزشکی رو شما همتون دارین و میدونین چقدر بده. برای همین باید مثلا یه روز دو روز حداقل روزه بگیریم، یعنی اینا رو نبینیم. سرتیتراشو مثلا من صبح که بیدار شدم میدم الان امروزه که میخوام حالم خوب بشه برای جلوی دوربین. به برادرم فقط گفتم که خب چه خبر جدید، گفت همون خبرهای مزخرف همیشگی داره شدیدتر میشه. نه پس بقیهشو نگو دیگه، نمیخوام بدونم، میخوام برم تو برنامه شاد باشم که دیگران رو هم شاد بکنم. حالا شادی ها ممکنم هست مصنوعی باشه، ولی اینقدر مغز ما زود گول میخوره که اتفاقا میگن اگر حالت بده برو خودتو سرگرم کن، ورزش کن، برقص، بخند. اینا مغزمون گول میخوره و هورمونای خوب و ترشح میکنه. دقیقا همینه. حالا من میخوام شروع کنم از جواهرات حرف شادی زدیم، حرف شادی داریم میزنیم دیگه. باید از چیزی خوب صحبت کنیم. واقعا این گوشواره های قشنگی رو که بینندگان عزیز الان دارن تو این باکس میبینن که دونه دونه میارم بهتونشون میدم، همه کارهای سمیرای عزیز هستن، دختر خانم زهرا سروش هست و این گوشواره که من به گوشم انداختم یکی از کارهای خود ایشونه. اینم همینطور، اینم اونم به همیشه من. انتخابای خوب انجام میده. دقیقاً کاراش بی‌نظیره. من واقعا از خودش خواستم که بیای جلوی دوربین، گفت نه من نمیشه بیام جلوی دوربین، برعکس مامانشه. همه میگن سمیرا چطوره، علی چطوره. علی سالهای سال همه میدونن کار آیتی انجام میده، ادیت و تلویزیون آینه با آقای دارش اقبالی عزیز سالهاست کار میکنه، ولی نمیدونم چرا ضد دوربینن بچه های من. دوربین که میاد روشون از اومر میکنن. منم برای کارم خوبم، ولی تو مهمانی و عروسی و این ور اون ور واقعا منم بر میگردم از دوربین. حالا نمیدونم، شاید اینطوری ارسیه بردم. ما شانس آوردیم هم دوربین شما رو خیلی دوست داره، هم بینندگان عزیز خیلی به شما علاقه من هستم. ممنونم ازش. اینا کارهای سمیرای عزیزم، من میخوام با دست نشون بدم یک گوشواره بسیار زیبای
مجلسی و مشکی که من مدت‌ها به دنبال یک همچین استایلی بودم، چون این گوشواره به این زیبایی مشکی رو با یک لباس بسیار ساده مشکی اگر بندازین 100 برابر به لباس شما جلوه خواهد داد. آها، یعنی میگین لباس ساده بپوشیم مشکی و این گوشواره های دورش و این گوشواره رو آویزون کنیم برای مهمانی. بسیار زیباست، بسیار قشنگه، یونیکه واقعا. اصلا من ندیدم، من چون خودم خیلی اهل گوشواره و گردن بنده و این چیزا هستم، بیشتر کاستوم مید میخرم دیگه. الان از نزدیک فکر کنم بتونم بخوام نشون بدم. ببینید خیلی قشنگه و اگر چون از سمیرا خواستم که بیان جلو دوربین و گفتن نه، گفتم خب پس وبسایت رو بده لیان شاپ بذارم که از طریق وبسایت بتونن دسترسی پیدا کنن. گفت دارم روش کار میکنم، هنوز کامل نشده و میخوام به طور کامل بشه و بعد بدن به ما که ما از طریق تیوی عنوان بکنیم. ولی خب اگر شما چیزی رو میپسندین میتونین به خانم زهرا سروش مامانشون زنگ بزنین و تلفنی میتونن شما رو فیستایم بکنن، هر چی رو که دلتون میخواد. بعد چون من همه اینا رو از طریق فیستایم واقعا دیدین و پسندیدین، دیدم و پسندم. همه مورد خودمه، یعنی همه شون پوری جون سفارش داده. آره واقعا، چون هر کدوم دلم اینقدر اینا قشنگه، از هیچ کدومش من نمیتونم واقعا بگذرم. این یه گوشواره بسیار قشنگ و زیبا و شیکی که همه رنگ توشه و شما با هر نوع لباسی میتونید این گوشواره رو آویز گوشتون بکنی و حتی این گوشواره برای افرادی که موهای کوتاه دارن و یا موهاشون رو از پشت میبندن، لباس های مثلا یقه بسته، حالا هر مدلی که دوست دارن، اصلا قوقا به پا میکنه. بله، سنگاش رنگای مختلف داره، مختلف که هر لباسی هم بپوشین به هر حال بهش میاد. مدلش خیلی قشنگه، چون بالا که روی گوش نصب میشه حالت کوبیسم داره، حالت پن داره و تمام قسمت گوش بالا شما رو میگیره و چند تا آویزم پایینش داره که چند برابر بهش زیبایی داده. پوری جون الان اینو نزدیک گذاشتینش، میبینم که اینا سنگای ریزه، زنجیر نیست. تمام سنگ همین دلیل اینقدر زیباست، بله، میدونی حالت زنجیر نداره. یه گوشواره مورد علاقه خودم، یعنی همه شون که دوست دارم اردر دادم، ولی هر کدوم که دوست داشتم رنگای دیگه‌ش هم باز اردر دادم به سمیرا جون. این گوشواره مورد علاقه، خیلی مورد علاقه منه. رنگ قرمز شما ببینین چه رنگیه این گوشواره، اصلا بی نظیره، واقعا بی نظیره. این الان یک ذره پیچ خورده، بدی من براتون درست کنم تا بعدش رو درست کنم، تا اگر درست بشه، اگرم نشدش کنم. نه حتما درست بشه، تا شما یکی دیگر رو نشون میدین من اینو برش میدن. و یکی دیگه از گوشواره باز مورد علاقه من که این رنگهای مختلف واقعا داره و به سمیرا جون گفتم سمیرا بسیار اول این توضیح بدم. ببینید چه رنگیه، خیلی خوشگله، زیباست. این اناره، واقعا این اناره به درد شبه یلدا میخوره که اگر داریم میریم مهمانی واقعا اینو آویز گوشتون بکنین. با لباسای مختلف، رنگای مختلف داره این استایل، منتها با رنگای مختلف که من یه رنگ دیگه شم باز به سمیرا جون رنگ دیگه هم داره. بله. پوری جان میدونی اینا خوبیش اینه که دیگه هیچ جولری نباید زیاد زده بشه، حالا یه انگشتر یه چیزی، ولی دیگه گردن بند نباشه. این خوش از این جویز دفت گردن بند آره، این جاها رو میپوشونه. این ببینین چقدر زیباست. این کار دسته، آبی رویال بلوه در حقیقت، به خاطر کروماکی اینجا زیاد نشه. اگه رو لباستون بگیرین، طرف لباستون که کروماکی نباشه، آهان بیشتر خودشو نشون میده. خیلی قشنگه، اصلا فوق‌العاده. این قسمتاش گل روزه با پارچه های خیلی ظریف درست شده که با سنگ و منجق و همش با هم استونه. خیلی زیباست و رنگای دیگر رو داره، رنگ مشکی داره، رنگ قرمز داره، رنگ و رنگ داره، فوق‌العاده زیباست. و باز اگر دلتون خواست اینو اوردر بدین، میتونین از طریق در خدمتشون هست. مرسی پوری جان، انجام بدین.
شماره تلفن سروش عزیزم زیر صفحه تلفن تلویزیون هستش، به راحتی میتونین به بهانه گوشواره با من تماس بگیریم با هم حرف بزنیم. لباس ببینیم، این گوشواره به درد لباسایی میخوره که بیشتر اسپورت هستین، جیم تنتون میکنین. دختر جوان ما خیلی جین میپوشن، سفید و آبی میتونه باشه یا سفید خالی میتونه باشه، یه حالت اسپورته، اسپورت داره، فوق العاده قشنگه، با لباس سفیدم میاد. بله فوق العاده زیباست، فوق العاده زیباست، یکی از یکی قشنگتره. این یکی هم حالت آویز داره، ببینین چقدر زیباست، ساده است، خیلی ساده، با اینم با هر رنگ لباسی واقعا هماهنگی داره و همش استونه. بله و استون سفیده و فوق العاده است، یعنی حالت کریستال داره در حقیقت. anyway این چند تا از آیتمایی که من برداشتم، هزاران مبارکتون باشه داره سمیره عزیزم. بله سایتش انشالله به زودی درست میشه و منم هفته دیگه براتون میگم که بتونین اونجا راحت برین بپسندین و اوردر بدین، اینطوری راحت تره، خیلی راحت تر، دستتون درد نکنه پوری جون. ولی به سمیره جون بگین که هرچی جدید آورده باید زودتر برای شما کلکسیونش پوری جون داشته باشه. من چون آشیل گوشوارم واقعا. بله بله نمیزارم. خانم اکثرا گوشواره رو دوست دارن، میدونین زینت بخش حالا آدم خوب میشه. آره اصلا با همین چیزای کوچیک آدم تنوع میشه، برای شاد میشه، هورمونای شادی میاد و از همین حرفایی که داشتیم میزدیم، با همین چیزای کوچیک ما میتونیم زندگی رو تغییر بدیم، با یه قدم کوچیک، با یه حرف قشنگ، با یه گوشواره متفاوت در موردش حتی حرف زدن، اینا خیلی کمک میکنه که آدم شاد بشه. بعد راجع به همین موضوع داشتیم میگفتیم که هر جا که میریم با هم هستیم، این روزا همه متشنجن، همه عصبانین، همه خشمگینن، حقم داریم، هممون حق داریم، ولی میخوایم تلافی رو سر کسی دیگه خالی کنیم. آره بعضیامون تلافی هم سر دیگران، نزدیکترین کسامون، نزدیکترین کسامون، دقیقاً اگه جای دیگه نتونستیم میایم اونجا. اینه که یه ذره مکس کنیم، چون که خشم و ترس و حسادت و همه اینا تو وجود انسان هست و باش به دنیا میاد، ولی منیج کردنش مهمه. مثلا ممکنه که یه خشمی برای سه نفر مساوی هست، ولی هر کدوم یه جور منیج میکنن و مدیریتش میکنن. ما باید مدیریت کنیم خشممون رو که تبدیل بشه به چیزی که نه به خودمون صدمه بزنیم نه به دیگر. دقیقاً همینی که شما دارین میگین، یعنی تنظیم کردن و کنترل کردن اعتماد به نفس و عزت نفس داشتن از یه طرف، در کنار افراد آروم و ساکت، و اینو جدی میگم، مثلا یکی از خوشبختی‌های من اینه که در کنار زهر و سروش هستم و واقعاً آرامش دارم در صحبت کردن. در هر موردی ما با هم میتونیم گفت و شنود داشته باشیم، وقتی ازش جدا میشم خوشحال جدا میشم و این خوشحالی ادامه پیدا میکنه. همینطوره. تمرین میخواد خیلی کار نمیگم سختیه، ولی تمرین میخواد که آدم هی همه چیز رو مدیریت کنه. احساسایی که میاد برات وارد میشه ناخودآگاه، الان مثلا تصویرایی که توی سوشال مدیا میبینیم واقعا تصویرای خوبی نیست، هممون برانگیخته میشیم، اصلا انسان نیستیم اگر که تحت تأثیر این تصاویر قرار نگیریم. اما چجوری منیجش کنیم که به خودمون و اطرافیانمون حداقل آسیب نزنیم که اذیت بشیم؟ اینه که ما یه برنامه داشتیم با آقای محسن عبداللهیان که ایشون حتما توی یکی از برنامه‌ها دعوتشون میکنم تشریف بیارن اینجا. آقای سروش صحت دعوتشون کردن، یکی از شغلایی رو دارن که خیلی خیلی سخته، در کنار پلیس قرار میگیرن، در کنار کسایی که بازجویی میکنن از افرادی که بهشون مشکوکن. بعد من میگفتم چجوری خودتون رو کنترل میکنید که مثلا یکی داره دروغ میگه شما خودتو کنترل کنی که دروغ نگه؟ چون ایشون کارش اینه که مثلا با یه موجه به هم زدن میتونه بگه فرد دروغ گفته یا راست گفته. کتابشون هم الان به چاپ نهم رسیده توی ایران. بعد راجع به روسری من و دکتر فوجان و خودشون صحبت میکردیم که خیلی قشنگ میگفتش که اعتماد به نفس خانوم ها رو میگیرن،
و اون حالت تهاجمی رو بهشون میدم فقط به خاطر یه تکه روسری که احساس آدم میکنه که زیر نظره و داره کنترل میشه و آزاد، یعنی نشون میده که آزاد تو نیستی، تو زیر نظر من هستی. و همین یه دفعه میره تو خونه فردی که روسری سرش کردن، ایشون توی دادگاه ها زیاد کار کرده بود، میگفت خیلی کوچیک میشماریم که طرف روسری رو خوب سر کنه. همین باعث یه عالم طلاق شده تو ایران که زن و شوهر رو با هم بحث میکنن سر همین که باید یه تکه بندازی سر، میگه نمیخوام بندازم، و همین باعث طلاق میشه، باعث جدال میشه، بچه ها آسیب میبینن و همه چیز از همین یه چیز کوچولو شروع میشه تو جامعه. در تایید حرف شما، شما فیلم لامینو رو دیدین؟ نه. آقای داریوش مهرجویی تکه هاشو دیدم، چون از زمانی هم که به قتل رسیدن ایشون بیشتر توجه کردم، مثلا فیلم گاو دوباره دیدم، فیلم های دیگرشون. این فیلم به خصوص رو حتما ببینید. موضوعش چیه؟ میکنم به بینندگان عزیز حتما ببینید. همینطور که شما فرمودین، گرفتن اعتماد به نفس یک دختر کوچیک در خانواده فقط به خاطر عشقی که به هنرش داره. همین. و نشون میده درد اجتماع رو، نشون میده درد خانواده ها رو، نشون میده ابیوز کردن بچه ها رو، نشون میده. بسیار فیلم قشنگیه. آزادی آدم ها رو میگیره و خیلی خیلی حیفه. و فکر میکنیم مثلا ما میگیم او مثلا در مورد گوشواره چی حرف میزنی یا راجع به چیزای مهم حرف بزن، این مهمه، خنده مهمه، تشویق مهمه، آزادی مهمه، مهم ها رو فراموش کردیم، اکسیژنی که مجانیه مهمه. دقیقا. میدونی خیلی چیزایی مهم هست که ما فراموشش میکنیم چون ارزون در اختیار ما قرار میگیره. انتخابی که ما میتونیم بکنیم صبح که بخندیم، این لبی که داریم میشه باز بکنی مهمه. دقیقا. این افکار قشنگی که میتونیم در مورد یه رقص مهمه. من اولا که میخواستم جلو بابام برخصم خجالت میکشیدم. بعد سن اون که رفت بالا، سن خودم هم رفت بالا، گفتم بذار شروع کنم چه اشکال داره. بعد الان چند سال این کارو شروع کردم، مثلا تا میبینم اینجوری میشینه، دست به اینجوری، اینجوری میشینه، دست به سینه میشینه، وقتی که میبینم غمگینه دست به سینه مؤدب میشه. تو خونم عادت کرده هی کت شلوار میپوشه رسمی، آهی اینجوری میشینه. بعد من میرم یه موزیک شاد براش میذارم، دست میزنم و شروع میکنم به رقصیدن. مایه ای نداره که، بعد هم اون شاد میشه، هم خودم شاد میشم، هم حالم خوب میشه. چه دختر خوبی هستی. قربونتون برم. من یه تکه فیلم دارم، میخوای نشون بدی بفرستم؟ خانم نوشافرین، هفته ای که شما تشریف بردین، هفته قبلش من پدرم رو بردم. خوب. توی رستوران شله خانم نوشافرین برنامه داشتن که لطف کردن ما رو دعوت کردن، عروس قشنگم و پسرم و پدر و دختر و خلاصه همه رفتیم اونجا، فامیلی رفتیم اونجا که هفته بعدش هم با شما بودیم. خیلی عالی بود. بعد آره قربونتون برم. بعد یه قسمتش که دیگه آخراش بود، من دم بابام دوباره قصه‌دار نشسته، بعد شروع کردم باهاش زدن و اینا، گذاشتمش روی چیز، گذاشتمش استوری کردم روی اینستاگرام. بعد یه دفعه دیدم ده ها هزار نفر فقط اینو دیدنش. پوری جون ببین دارم، حالا من بفرستم برای شما، ببینم بفرستم برای شما که شما هم بفرستیم برای مریم و ببینیم تا آخر برنامه میتونیم این مثلا 30 ثانیه بیشتر، حدود 40 ثانیه است، با همین چیز میز و اینا خلاصه حال بابا رو جا بود. آره بریم یه قسمتی که آماده کردم برای سلامتی رو ببینیم و برگردیم. الان داره میاد. کاهش روند پیری، راهکار هفتم، تنفس. تنفس و افزایش سن با همدیگه ارتباط دارند. تنفس کم عمق باعث کاهش روند پیری، راهکار هفتم، تنفس. تنفس و افزایش سن با همدیگه ارتباط دارند. تنفس کم عمق باعث نوعی از هایپوکسیای بافتی مزمن در بدن ما میشه، به معنی کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌های بدن، موقعیتی که مرتبط با مرگ سلوله که میتونه در نهایت منجر به پیری بشه.
تنفس کم عمق بدن رو مجبور به تنفس سریع‌تر می‌کنه که باعث تنفس بیش از حد اکسیژن و بازدم دی‌اکسید کربن بیشتر میشه که این عدم تعادل شدید بین اکسیژن و دی‌اکسید کربن رو در بدن موجب میشه. این عدم تعادل باعث تداخل در بدن میشه که به فرایند پیری سرعت می‌بخشه. تنفس عمیق تأثیرات فوق‌العاده‌ای بر روی سلامت روان و جسم ما داره. کمک می‌کنه به حمل اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌ها. در نتیجه سلول‌ها تغذیه و بازسازی میشن که می‌تونه روند پیری رو معکوس کنه. تمرین تنفسی برای معکوس کردن نشانه‌های پیری. در اینجا با هم یکی از تمرینات پرانایام یا تمرین‌های تنفسی یوگا رو یاد می‌گیریم که نگهداری نفس هست. تمرین این تنفس می‌تونه کمک کنه که در طول روز عمیق‌تر نفس بکشیم. با ستون فقرات صاف یا بر روی صندلی و یا روی زمین بنشینید، چشم‌ها رو ترجیحاً ببندین و در هر پوزیشنی که هستین، دست‌ها رو با کف دست رو به پایین روی زانوها قرار بدین. در ابتدا با بازدم ریه ها رو خالی کنید و بعد از اون یک دم عمیق و آرام رو کامل بکشین و به اندازه دو برابر مدت زمان دمتون نفس رو نگه دارین و پس از اون از راه بینی بازدم رو انجام بدین. در اینجا میتونید یک یا چند نفس معمولی داشته باشین و دوباره این رو تکرار کنین، یعنی یک دم عمیق و آروم به اندازه دو برابر دم نفس رو نگه دارین و بعد از اون با یک بازدم خارج کنین. میتونه این تنفس ها پشت سر هم باشه یا میتونید بین هر کدوم از این تنفس ها چند تا تنفس معمولی داشته باشین. توجه: اگر شما مشکل خون فشار بالا، بیماری‌های قلبی و ریوی و یا افسردگی دارین، لطفاً برای حبس نفس به اندازه زیاد پافشاری نکنید و یا بهتر است در مورد این نوع تنفس با پزشکتون مشورت کنید. اگر دوست دارید که راجع به این راهکارها بیشتر بدونید، خب اینم از این کارهای خوشمزه. یه نفس عمیق کوتاه، عمیق نه ولی کوتاه کوتاه بکشین خوبه. یه چیز که این نفس عمیق رو تو فضای باز باید بکشیم و تو فضای بسته، هرچه اکسیژن بیشتر باشه بهتره. یعنی فضای باز اصولا بهتره و همراه با شادی و رقص باشه. مثلا من خودم تنبلم برای ورزش کردن، یعنی آن تایم نیستم، برای همین به بهونه بابام خودم هم میرقصم. حالا من باید در میشه. یه خانمی هستن که مربی رقصن و رقصهای فولکلوریک از جمله کردی، ترکی، لوری، همون بختیاری، رقص عربی، همه رو یاد میدن به صورت پرفشنال و شادی، همراه با شادی. ایشون در بیولی هیلز هستن، ما داریم حالا تلاش میکنیم بیاریمشون تو ولی هم بیاریمشون که بیان توی شرمن اوکس که نزدیک ما باشن. یه سالونی رو الان من براشون دیدم که بیان آینه بذارن و این کلاسشون رو شروع بکنن. حتما یه مصاحبه هم باشون خواهیم داشت. بیاین و دور هم دیگه بریم. من با خانم دکتر مینو که اون بالا داریم کار میکنیم، البته خجالت هم میکشم برای بابام هی رقصیدن مال نشون ببینم. ببین نداره، نشون بده، نه شوخی میکنم. مثل من یه برنامه دارم با آقای دکتر سعید کاراندیش توی 670 AM. من گوش میدم بیشتر. گوش میده. این بار به من گفتن که بله خودتونم ابرو کاشتین، البته بگین برای شنونده ها. گفتم من که گفتم و بازم میگم، شما بگین مو کاشتین. البته خب مو و ابرو واقعا مال خودمونه. یعنی یه جا به جاییه. آقایونی که مثلا پشت سر بانک موشون خوبه، از اینجا دونه دونه بر میدارن میذارن اینجا، 1000 تا 2000 تاشو، خب خشنگ هم میشن. چرا نه؟ هر کاری که در راه زیباییه و تندرستیه و سلامتیه و خوب خودمونه. دقیقا. نه که خودم رو من مقایسه کنم با یکی دیگه، برای خودم یه کارایی بکنم که خوشحالم میکنه. دقیقا. از جمله من پروتئین شروع کردم میخورم و اونم 30 گرم پروتئین. نه میان وعده، چون ما میایم بیرون کار میکنیم و اینا، دیگه یادمون میره که غذا بخوریم. برای همین این خیلی راحته.
وقتی که ما وزنمون رو میاریم پایین و رژیم میگیریم، ماهیچه هم یه ذره کمتر میشن، سست میشن و کوچیک میشن. برای همین پروتئین حتما لازمه در روز، حالا به هر شکلی. بعضیا گوشت خالص میخورن بدون چربی، بعضیا بهترینش میگن سفیده تخم مرغ که حالا تا 7 تا 8 سفیده تخم مرغ هم بخورین هیچ اشکالی نداره، ولی زردش رو کمتر و اینا کمک میکنه. بریم ببینیم من با پدرم قصه های من و پدرم. میدونی یه چهره دوست داشتنیه تو این سن، خوش اخلاق 95 سالشه بابا، ماشاءالله. من بزنم به دفعه بارونتون برم. آره، چون خوش اخلاقی خیلی کمکش کرده و یکی هم قانع بودن. هیچ وقت ندیدم که ناشکری بکنه یا گلایه بکنه یا غر بزنه. مثلا حتی داریم میریم بیرون یه جایی به هم میخوره، لباسش هم پوشیده آماده نشسته، میگم بابا یه تلفن شد الان نمیتونه، میگه باشه اشکال نداره، یه کار دیگه میکنه. اصلا از هیچ چیزی ناراحت نمیشه. خیلی برای تو این سن اکثرا خیلی حساس میشن، خیلی زود واکنش نشون میدن. بله، نه اصلا واکنش نشون نمیده زیاد و صبوریش منو کشته. خیلی خوبه، قربونتون برم، من دارم یاد میگیرم ازش و اینا نعمتن. درسته خیلی هم مسائلی داره، حالا اونایی که بزرگ با بزرگترشون زندگی میکنن میدونن، ولی میارزه، میارزه به خاطر اینکه آره همین که آدم وصله به گذشتهش، حالا هوای خوبی داره. ببین الان شما بزرگتر خانواده رو دور هم جمع میکنه. آفرین. آره این حضورش اصلا نمیخواد کاری بکنه، بودن بزرگترا آرامش میده. این نوه من آرتا 2 سالشه، میاد خونه وقتی بابا رو میبینه میگه بابا بابا، خوشحاله. میدونی هی هرچی هم هر کاری میکنی دور میره غذا هست به بابا میده، نمیدونم تسبیحشو برمیداره دور بهش میده. خیلی خیلی این چند تا جنریشن فاصله است، ولی با همدیگه حالشون خوبه، چون بچه ها حتی وقتی که دارن میجنگن کینه ندارن. نه اصلا، این خیلی قشنگه. میبینی که دارن با هم دعوا میکنن ولی کینه ندارن، بعد دوباره آشتی میکنن. اصلا یادشون نیست که سر چی دعوا کردن. خاصیت های خوب دارن. مثلا ما تو زندگی اگه جارو میزنیم کار میکنیم به هم بریزه عصبانی میشی، میگه ما همین الان جارو درست کردیم جا. ولی بچه ها نه، خودشون میسازن دوره خودشون هم خراب میکنن، هیچ هم عصبانی نمیشه. نه اصلا. شما دارین دیگه. دقیقا. میبینین که دقیقا. باشون بازی میکنی، میان خونه میسازن کار میکنن، دوباره هم خودشون خرابش میکنن. خیلی خوبه آدم مثل بچه ها باشه، یعنی حالت خوبه و این تجربیاتی که داریم دیگه، تجربیاتی که داریم. بسیار عالی. ببین یه آواز خوشگل از یه دختر خانوم خیلی به دلم نشست رو به اتفاق ببینیم. امان از گریه های زیر باران، امان از سرم های نار فیقا، امان از روزگار، از حال این شهر پریشان، امان از این هوای دل گرفته، دلم از حالم آدم گرفته، تمام امان از گریه های زیر باران، امان از سرمای نار فیقا، امان از روزگار، از حال این شهر پریشان، امان از این هوای دل گرفته، دلم از حالم آدم گرفته،
خیلی به دلم نشست. چقدر صدای زیبایی. خیلی خیلی. از این به بعد این دخترای گل، خانمایی که در ایران هستن و صدای قشنگ دارند رو آره میاریم، پروموت میکنیم، میشنویم، لذت میبریم و این ارزشش اینه که تو خفقانه، تو دیکتاتوریه، توی ظلمه، میدونی وسط ظلم و از هر طرف فشاره برای خانوما، اقتصادی، اصلا از خونه میره بیرون نمیدونه چی میشه تا میاد برگرده، چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته و این ارزش داره که اونجا دارن این صداهای قشنگشون رو انتشار میدن و ما این طرف به آسونی لذت میبریم. واقعا بهشون تبریک میگیم. من میخوام تجربه های خودم رو توی کارهایی که حالا یاد گرفتم و جوابش رو گرفتم توی این برنامه راجبش با پوری جون حرف بزنم. فکر نکنم زیادم فرصت داشته باشیم اگر حالا ویدیو هم نتونستیم. پوری جون، بعضی وقتا آدم میره بیرون، میاد لباس ها یه بار پوشیده، این لباس بلا تکلیفه، یعنی نمیتونی بذاریش تو کمد، نمیتونی بندازیش جز لباسای کثیف، لباسای بیرونیت هم هست، نمیدونی چه کارش کنی. اینا رو اگه هر دفعه میری بیرون هی با مواد شوینده، پودر یا تاید بشوری، میدونی از سکه میفته. دقیقاً همینه. و اون رنگ و لعاب خودش رو دیگه نداره و جز لباسای کهنه میشه. مخصوصاً رنگ روشن، مخصوصاً رنگ سفید و بیج. بله، سفید و بیج و حالت طلایی و براق، اون که حالت ابریشمی داره. کلا لباسایی که بیرون میپوشین و من یه کاری رو روح شاد از مادر عزیزم یاد گرفتم که این دفعه که انجامش دادم هی خوشحال میشم میبینم، یادم باشه برم تو برنامه بگم. این لباس ها رو که یه بار میپوشم و میرم خونه، یه سبدی گذاشتم میریزم توش، بعد اینا رو میریزم تو اول آب ماشین لباس شویی رو باز میکنم، اینا رو نمیریزم تو ماشین. آب که اومد حالا یا روی مدیوم، اگه تعداد مدیوم هست، اگر رو لارج، هر چیزی که خودتون میدونید، آب اول که اومد تو ماشین لباس شوییتون اول شامپو بریزین. بله، به اندازه نصف استکان یا کمتر، البستگی به لباستون داره، شامپو بریزین و وقتی که یه ذره پیچ خورد تو شستن در رو باز کنی، لباس ها رو بریزین. زیادم طولانی نباشه، یعنی اون نمره های آخر باشه که زود رینز میشه، یعنی فقط یه دو تا تابش میده، بعد آبش رو میکشه، آب کشی میکنه. به قدری لباساتون تر و تمیز و براق و شیک و نو و خوشبو میشه. دقیقا همینه. این تجربه رو بکنین و دعاشو به برنامه چهره ها بکنین. معمولا من خودم لباس زیاد خوشویی نمیدم. بله. اکثرا سعی میکنم لباسامو تو خونه بشورم. حالا چی از این طریقی که شما میگین، چی از طریقی که همشه من یک ظرف دارم تو حمامم که آب میریزم، آب خنک میریزم. حالا همین که شما یا مایه ظرفشوییه یا با مایه ظرفشویی هم بد نمیشه. بله. یا شامپوز میذارم یه دو سه ساعتی تو بمونه. این هم فکر خوبیه با شامپوز، چون لباس ها که لک و اینا که نداره. تازه که لک هم داشته باشه، لکش هم میره، احتیاج به چنگ زدن هم که نداره. این لباس رو در میارین، آب روش میریزین و همینطور خیس هم دو آب که چک میزن. چک میکنه، برای با چوب لباسی اینو آویزون میکنین. آره، این هم فکر خوبیه. این حالا اگه با شامپو بکنین خیلی خوبه، یعنی خوشبو میشه و آره براق میشه و کدر نمیشه چون لباس، چون مواد اون ضد شیمیاییش توش کمتره. بله دیگه، مال بدنه و مال پوسته و اینا، به همین دلیل دمیج کمتری به لباس خیلی میزن. بله، شامپو فکر خوبیه. خب یکی از ماسکایی که خیلی خیلی روشن کننده است، آنتی اکسیدان داره، لایه مرده پوستتون رو بر می‌داره و براقش می‌کنه و جوانسازی می‌کنه، خیلی خیلی ساده دو بار در هفته می‌تونید انجامش بدین. تو برنامه‌های گذشته ما می‌گفتیم توی چهره ها استفاده کردن از آسپرین و عسل هست. حالا اگر پوستتون خیلی چربه، میتونید یک کمی هم جوش شیرین بهش اضافه کنید. 3 الی 5 تا آسپرینی که روکش نداره میکوبینش، پودرش میکنید با یک کوچولو جوش شیرین و عسل. حالا اگه پوستتون خشکه با شیر، اگه نیستم با آب یا با ماست،
ماست هم خودش روشن کننده است. اینا رو قاطی میکنین، ماست و جوش شیرین و آسپرین و عسل. حالا هر کدومم نبود، عضو اصلیش آسپرین و عسله. حالا میتونید با ماست باشه، میتونه با آب باشه، میتونه با شیر باشه، فرق نمیکنه اون مایه‌ای که بهش اضافه میکنه. اگه میخواین خیلی برق بزنه با ماست قاطی کنین، 20 دقیقه رو پوستتون بذارین، اسکرابش کنین، چون آسپرینا حالت دونه های ریز داره، حالت اسکرابش کنین و آبکشی کنین و لاسین بزنین. آقای هوشانژاد عزیز هم لاسین رو امروز اومد براشون، لاسین جدید. ما خیلی خوشبختانه فروش لاسینمون خیلی بالاست و افرادی هم که واقعا از ما خرید میکنن سالیان سال این لاسین رو دارن استفاده میکنن واقعا. بله، سری جدید شما از این بابت که اینطور تونستیم مهر خوب بودن و این محصول واقعا در تلویزیونمون زده باشه. حسن ختام برنامه‌مون رو توجه کنید و من از مریم عزیز میخوام که دو بار پخش کنه. اگر دوست دارید قلم و کاغذ آماده کنید، اگرم نه حافظتون رو تمرکز بدین که 10 تا غذای مهم برای مغزمون، به خصوص وقتی میخوایم که حالمون خوب باشه و کمتر بیمار بشیم، رو از طرف یکی از بهترین پزشکای دنیا ترجمه شده براتون که به اتفاق میبینید. Top 10 favorite brain foods for better focus, better retention and memory, better thinking. And this is in the area of neuronutrition, that your brain actually has specific nutrient requirements different than the rest of your body. The first are avocados. Number 2, blueberries, antioxidants, very neuroprotective. Third, broccoli, good source of vitamin K, also good fiber. Number 4, olive oil. Number 5 is eggs, good for your brain. Eggs, neuroprotective. Good source of vitamin E. Number 6, green leafy vegetables. Kale, spinach. 7th, wild salmon. Good source of omega-3s, DHA. 8, turmeric is a great anti-inflammatory. Helps reduce inflammation in your body. Number 9, walnuts. Wonderful snack. High in vitamin E. 10th, dark chocolate. Dark chocolate, it has to be dark chocolate, not milk chocolate. What tends to be good for your mood will be good for your mind. Top 10 favorite brain foods for better focus, better retention and memory, better thinking. And this is in the area of neuronutrition, that your brain actually has specific nutrient requirements different than the rest of your body. The first are avocados. Number 2, blueberries, antioxidants, very neuroprotective. Third, broccoli, good source of vitamin K, also good fiber. Number 4, olive oil. Number 5 is eggs, good for your brain. Eggs, neuroprotective. Good source of vitamin E. Number 6, green leafy vegetables. Kale, spinach. 7th, wild salmon. Good source of omega-3s, DHA. 8, turmeric is a great anti-inflammatory. Helps reduce inflammation in your body. Number 9, walnuts. Wonderful snack. High in vitamin E. 10th, dark chocolate. Dark chocolate, it has to be dark chocolate, not milk chocolate. What tends to be good for your mood will be good for your mind. خب به آخر برنامه رسیدیم، متاسفانه واقعا دلمون میخواد اینجا ترک کنیم و بریم. خیلی خوشحالیم که با همون هستین. از هر دری سخنی میگیم، صحبت میکنیم، از ماسک میگیم، از لباس شستنمون میگیم، از رابطه با پدرمون میگیم، از حرفمون میگیم. اینا یعنی زندگی. به قول سهراب سپهری، زندگی شستن یک بشقاب است. به همین سادگی. زیاد هیچ جایش خبری نیست، زیاد سخت نگیریم به خود. خب ما همیشه از اول سعی کردیم که تو خونه عزیزان باشیم، به عنوان یک دوست واقعا در کنارشون باشیم و برنامه ما یه برنامه درد و دل کردنه با بینندگان عزیز واقعا، و خوشحالیم از این که بینندگان هم ما رو به این شکل واقعا سالیان سال پذیرفتن. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگه. مرسی پوری جان به خاطر همه چیز. فقط جولریا یادتون نره. اگر اینا رو علاقه مند هستین که میدونم هستین، با شماره تلفن خانم زهرا سروش تماس بگیرین و در اولین فرصت اگر اردری دادی بشه
به دست شما عزیزان خواهد رسید. یکی از کارهایی که من پیشنهاد دادم به دخترم، یکی وارد دنیای موزیک بشو که ایشون این کار رو انجام داد، حرفم رو گوش داد، و بعدم دنبال کاری برو که در حقیقت حالت بازی برات داشته باشه. جولری یه حالتیه که آدم هم لذت میبره هم کارشه. کاری که به صورت بازی باشه اون لذت بخشه. اگه دیدین از یه چیزی اذیت میشین اون کارو بذارین کنار و کاری بکنین که خوشحالتون میکنه. مرسی. مرسی پوری جان. مرسی. خدا نگهدار.